چی میشه گفت راجب نحشاد؟ ثبتی؟ سخت داره خودم رو کنترل کنم در بارش حرف بزنم، ولی یه حسرت دیگه، یه حسرت برای همه بچه‌هایی که میشناختن این آدم رو، همه آدم هایی که به نوعی باش کار کرده بودن و اون انرژی و شور کار رو در ایشون دیده بودن. وجودش هم که نازنین بود با اون چهره خندانش و اون شیرینی کلامش و برخوردش با مسائل، در این معصومانگی که داشت جدیت توی کارش مشهود بود و مشخص بود و همه اینها وقتی که رفت باعث شد که اون حسرت عمیق، اون اندوه عمیق باقی بمونه برای کسایی که این آدم رو میشناختن یا به نوعی باهاش کار کرده بودن. من هر وقت اسم مهشاد میاد یاد اون روز میفتم که این اتفاق افتاد و فکر میکنم جز اولین نفرهایی بودم که فهمیدم و پیگیری کردم. خب من خیلی مهشاد رو نمیشناختم، بیشتر به واسطه دوست همکارمون علی میشناختیمش، ولی اون روز که حسین به من زنگ زد و گفتش که میگن این اتفاق افتاده، فکر کنم یکی از بدترین روزهای زندگیم بود و هر وقت اسم مهشاد میاد اون روز همش جلو چشم تکرار میشه. تا حالا شده صدای خنده های یکی توی گوشتون باشه که بدونید دیگه هیچ وقت اون صدای خنده رو نمیشنوید؟ مهشاد برای من اون صدای خنده است، ولی همیشه صداش توی گوشم. مهشاد یکی از درست‌ترین، سالم‌ترین و با اخلاق‌ترین آدم‌هایی بود که میشناختم، هم در زندگی شخصی و هم در زندگی کاری. به شدت دغدغه‌مند و علاقه‌مند به محیط زیست بود و همه موضوعات رو با جون و دل پیگیری می‌کرد. این نبودنش مثل یک بار سنگینی رو دوش همه ما، خصوصا دوستان نزدیکش و کسانی که از نزدیک میشناختنش، تا همیشه باقی میمونه و تا زمانی که ما زنده هستیم هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم که چقدر در این حوزه قلم زد، چقدر پیگیر بود، چقدر دغدغه‌مند بود و همواره یادش در فکر و ذهن و جان ما زنده است. مهشاد قطعاً همیشه تا مدت‌های خیلی دور توی همه ما جریان داره، صداش و نگاهش قطعا بر هممون بارها و بارها پیش اومده که موقع کار کردن و اونجاهایی که خیلی بیشتر از همیشه یاد مهشاد میفتیم صداش توی گوشمون تکرار بشه و همیشه برام این سوال عمیقا تکرار میشه که چرا؟ و سوال های خیلی بی جواب دیگه هم برای هممون باقی مونده که قطعا اگر مهشاد اینجا بود این سوال ها رو پیگیری میکرد. این تصادف واقعا برای من سخت‌ترین خبر حادثه‌ای بود که نوشتم و هیچ وقت فکر نمی کنم برای من سخت‌تر از این خبر رو اتفاق بیفته. درست
چند ساعت قبل از اینکه این فاجعه اتفاق بیفته، وقتی که هنوز زندگی یکی از دوستای صمیمی ما عادی به نظر می رسید، ما با علی همسر محشاد قرار داشتیم. اون روز قرار بود که علی بیاد پیش ما از این صحبت بکنه که مراسم ازدواجشون قراره به چه شکل باشه، چه زمانی قراره برن سر زندگی خودشون و حالا چه جشنی در راه خواهد بود. اون جمعی که قرار بود اون شب شکل بگیره برای اینکه مراسم عروسی این دو نفر رو همراهی بکنه یا مدیریت بکنه، تبدیل شد به یک جمع بحران زده، جمعی که هیچ وقت با حضور علی تشکیل نشد. ما مجبور شدیم که اون شب علی رو تا فرودگاه بدرقه بکنیم تا اینکه بفهمه که چه بلایی سر همسرش و همکار عزیز ما افتاده. این فاجعه احتمالاً برای همیشه در ذهن همه بچه‌های ایسنا خواهد بود. یک همکار خوش اخلاق، آروم، صبور، کسی که به حوزه کاری خودش علاقه داشت، فعالیت‌های بسیار خوبی توی این بخش کرده بود رو ما یک سال پیش از دست دادیم و در کنار زندگی خودش که خیلی زود تموم شد، زندگی همسرش و زندگی خانواده‌هاشون هم احتمالاً دیگه هیچ وقت مثل درست همون چند ساعت قبل از فاجعه نخواهد شد. محشاد واقعا یه دوست خوب برای من بود. ما تقریبا شروع حضورمون تو ایسنا با چند ماه اختلاف یکی بود و از همه اول دوستی خوبی با هم داشتیم. همیشه هوای همدیگر داشتیم تو مشکلات. اگه مشکلی داشتیم میدونستیم که میتونیم به هم دیگه کمک کنیم. یادم بیرون بودم یهو مثلا نشسته بودم اینستاگرام باز کردم، یهو دیدم عکس سیاه‌سفید محشاد و ایسنا کار کرد. نمیدونم، برای هیچکی نمیخوام که خبر مرگ دوستش رو اینجوری بشنوه. من واقعا موقع تا چند وقت بعدش اصلا نفهمیدم چی شد. اصلا انگار هنوزم اونجوری باور نکردم. خدا به دل خانوادهش، به دل علی سلطان محمدی صبر بده. یکی از بچه های سیاسی گفت به آقای هرمزی بگید که گویا یه اتفاقی افتاده. بچه های ایسنا توی یک سفری بودن، توی یک اتوبوسی بودن که توی جاده توی ارومیه دچار سانحه شده و متاسفانه دو تا از خانوما که یکیشون مثل این که از بچه های ایسنا بوده هیچ خبری ازش نیست. قبلش متوجه شدم که یه اتفاق بدی توی تحریریه افتاده، همه مغمومن، هر کسی داره با تلفن حرف میزنه، ولی هنوز اون اسم رو نشنیده بودم که کی هست. به مرور تعداد بچه‌ها، تعداد رفیقای محشاد که حداقل توی ایسنا هم دیگر رو شناخته بودن زیاد شد. هیچ کس نمیدونست و حتی نمیتونست باور بکنه اون اتفاق رو و همه منتظر بودن که رد بشه، چه محشاد چه ریحانه. همه امیدوار بودن که اونها هم یه آسیبی دیده باشن ولی برگردن پیشمون، که متاسفم این اتفاق نیفتاد. چیزی نیستش که تونسته باشم تو این یه سال هضمش کنم. فقط اینو میدونم که به خاطر بی‌مسئولیت یه چند نفر رفیق ما رفت سفر دیگه بر نکشت. یک سالی که از این حادثه تلخ گذشت، در وهله اول خب برای خانوادش خیلی سخت بود، برای خانواده هاشون و مخصوصا با اون شرایط که یکی دو روز مونده به مراسم عروسی اون اتفاق بیفته. و بعد از اون سختی که افتاد رو دوش دوستاش به نظر من خیلی بیشتر بود، چون هم باید ما پوشش میدادیم اون اتفاقو، هم
تصویرهایی میگرفتیم که خیلی بر خودمون ناراحت کننده تر بود. فقط با این چیز خودمون رو آروم میکردیم که شاید این تصویرهایی که ما داریم میگیریم هم یاد و خاطره در گذشته رو زنده نگه داره، هم آلامی باشه برای خانواده هاشون. نکته بعدی که قضیه رو خیلی سخت‌تر میکرد، تو بعضی مراسم ها میدیدیم کسایی که مسبب این فاجعه هستن در یکی دو قدمی ما هستن، ولی ما نمیتونستیم کاری بکنیم. میدیدیم که کسی که تو این فاجعه دخیل بوده توی دو قدمی سه قدمی مزار وایستده و خنده به لب داره. ما همه این کار رو کردیم که خانواده های کشته شده هایی که تو این تصادفی که هنوز یک سال گذشته مقصراش به دادگاه نیومدن، قرار من تعقیب براشون صادر شده، حداقل ما بتونیم در کنار خانواده هاشون باشیم. رفیقمون یه سال پیش رفت سفر دیگه بر نکشت. چی از این مهمتر؟ یک ساله که هممون منتظر شیم.